سرخط خبرها. بیش از 100 میلیون دلار زیان در آتش سوزی بندر اسلام قلعه. رشوه ستانی عامل برجسته بوده. بازرگانان جبران خساره می خواهند. اینا مترار دو هفته سه هفته نگه می داره به خاطری که مردم مجبور بشه به اینا رشوت بده. نگرانی دبیرکل ناتو از میزان بالای خشونت ها در افغانستان. استولتنبرگ می گوید که طالبان به تعهدهایشان عمل نکردند. افزایش دو برابری بیماری های روانی میان شهروندان کشور. افسردگی و استراب در صدر است. از کل چیز در نامید شدیم، میگم زندگی دیگه معنایی نداره. و وخامت وضعیت مبارزه با کرونا در ایران. بخش مراقبت های ویژه در حال پر شدن است. با مجموعه خبری ساعت 5:30 از یک با من بهرام امان خوش آمدید. سلام بر شما. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که بازرگانان بیش از 100 میلیون دلار در آتش سوزی بندر اسلام قلعه زیان دیدند و باید حکومت جبران خسارت کند. مسئولان در این اتاق میگویند که 2000 موتر حامل مواد سوختی و کالای بازرگانی از 18 روز به این سو در این بندر متوقف شده بود، در حالی که 75% این موترها مسئول گمرکی را تحویل داده بودند، اما به دلیل فساد و رشوه ستانی از سوی مقام های مسئول برایشان اجازه خروج از بندر داده نمیشد. سرمایه گذاران همچنان هشدار میدند که هزاران موتر دیگر در بندرهای کشور توقف داده شده و احتمال بروز فاجعه دیگر هم وجود دارد. جواد تیموری با جزئیات بیشتر. فاجعه اقتصادی در قلب مرکز بازرگانی افغانستان. این آتش سوزی 600 موتر حامل مواد سوختی و کالای بازرگانی را به خاکستر مبدل کرد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید عامل اصلی این آتش سوزی حکومت و فساد گسترده در گمرک هاست. به گفته مسئولان در این نهاد از 18 روز به این سو موترها در گمرک توقف داده شده بود و 75% این موترها هم محصول گمرکیشان را تحویل کرده بودند. اینان خواهان جبران خسارت برای بازرگانان هستند. در غیر آن مانند سکتور ترانسپورت و صرافان اعتصاب خواهند کرد. همونطوری که صرافی ها اعتصاب کردن، همونطوری که بخش ترانسپورت اعتصاب کرده، همونطور هم بخش اگر جبران خساره دادن نشوه به تاجرا، اینا کل سرمایه خود از دست دادن، اینا فعالیت اقتصادی خود از دست دادن، بزنس خود از دست دادن. اگر به اینا جبران خساره دادن نشوه، در حالی که ای ناشی از غفلت و بی توجهی مسئولین دولتی بوده، یقینا اعتصاب میکنن و اعتصاب ادامه پیدا میکنه. وضع تعرفه های جدید وزارت ترانسپورت، تراکم هیئت های بررسی کننده از مرکز، فعال سازی ترازوی دیجیتالی، نبود زیربنا، فساد، روند پیچیده نمونه گیری مواد نفتی و گاز، سهلنگاری و غفلت وظیفه‌ای در گمرک‌ها و نبود سیستم آتش نشانی از عامل‌های اصلی این آتش سوزی گفته می‌شود. سکتور خصوصی تا چه دین نقطه نادیده نهایت توان رسیدن ده دا هم په میلیون‌ها و میلیون‌ها دلار ترسیږي. نو که دغه میزان موږ تاسو ته قلم باندې ولیکو نو دا تقریبا په سلهاو میلیارد افغانی دی. بازرگانان میگویند همکنون ده ها موتر حامل مواد نفتی و خوراکی در دیگر بندرهای کشور از دو هفته به این سو توقف داده شده و هر لحظه امکان دارد آتش سوزی همسان آتش سوزی بندر اسلام قلعه در این بندرها رخ بدهد. در بندرهای دیگه مانند بندر حیرتان از این کده هم مهمتر احساس خطر میشه، ولی تا امیل عزیزی هم که با شما صحبت میکنیم هیچ نوع تصمیم گرفته نشده. موترا، تانکرا، گاز مایع، مواد نفتی، مواد خوراکی و در مجموع کاملا توقف است. سمیه رضایی یکی از سرمایه گذاران کوچک هم در این نشست آمده تا درد دل خود را بیان کند. میگوید 10 سال تلاش کرده تا سرمایه گذاری کوچکش را در بازار بر راه بیندازد. اما در این آتش سوزی سرمایه 50,000 دلاریش را از دست داده و هیچ چیزی برایش باقی نمانده است. چیز سرمایه که در مدت همه قدر مدت 10 سال من پیدا کرده بودم و به یک امید من او کار خود آغاز کرده بودم، به
به یک ساعت با خود یکسان شد. بازرگانان میگویند بسیاری از موترها نتوانستند دوباره به ایران برگردند و مردم هم کالای این موترها را به یغما بردند. والی هرات میگوید که 1500 موتر حامل کالای بازرگانی حفاظت شده و یا هم دوباره به ایران برگردانده شده است. نزدیک به 85% وسایط به صورت مسئول از ساحه کشیده شد. 15% به حد کافی برای ما تکان دهنده است که خسارت بسیار بزرگ میلیونی است، اما برای 85% وسایطی که کشیده شده ما شکر میکنیم. بازرگانان میگویند که حکومت از 20 سال به این سو به آنان وعده‌های دروغین ایجاد زیربنا با معیارهای جهانی در بندرهای کشور میدهد. به گفته آنان بندرها به منبع فساد مبدل شده و پول معیاری سازی بیشتر به جیب مقامهای دولتی میرود. در سوی دیگر در بروکل ناتو میگوید که سران این پیمان قرار است به زودی در مورد چگونگی حضور نظامیانشان در افغانستان تصمیم گیری کنند. ینس ستولتنبرگ میزان خشونت ها از سوی طالبان را بالا میداند و تاکید دارد که طالبان به تعهدهایشان عمل نکردند، به ویژه قطع رابطه با القاعده. او از طالبان میخواهد خشونت را کاهش دهند و مبیز گفتگو برگردند. عبدالله هم گفته است که صلح پایدار و قابل پذیرش برای همه در همکاری با کشورهای جهان در افغانستان تامین خواهد شد. بهاءالدین انصاری با جزئیات بیشتر. دبیر کل ناتو در آستانه برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو میگوید با یک انتخاب خیلی دشوار در پیوند به ماندن و یا نماندن در افغانستان روبرو شدند. ینس ستولتنبرگ میگوید طالبان به تعهدهایشان عمل نکرده، به ویژه با القاعده و دیگر گروه های حراس افغان هنوز رابطه دارند. دبیر کل ناتو تاکید میکند به هدفی که جلوگیری از تکرار حمله 11 سپتامبر از افغانستان بود رسیدند، اما مهم است تا اطمینان حاصل شود این کشور دوباره به پایگاه امن حراس افغانان مبدل نمیشود. ما نخستین نشست سران ناتو را با دولت جدید آمریکا برگزار می‌کنیم و انتظار داریم رایزنه‌ها در مورد حضور آینده ناتو در افغانستان انجام شود. بیش از 2 دهه جنگ در افغانستان ادامه یافته، اما نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد و هیچ کشور عضو ناتو هم نمی‌خواهد بیش از زمان لازم در این کشور بماند. پایان جنگ در افغانستان تنها راه حل سیاسی دارد. رایزنی‌ها در میان سران ناتو و آمریکا در حال انجام می‌شود که CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی نگاشته است که شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه نشست برگزار کرد تا آخرین تصمیم در مورد حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان گرفته شود. یک مقام آگاه و نزدیک به این نشست به CNN گفته است دولت بایدن به دنبال 2 هدف مشخص در افغانستان است. نخست دستیابی به نتیجه گیری مسئولانه که گواه پایان خشونت همیشگی و برقراری یک دولت پایدار در افغانستان است، و دوم دولتی که از منافع ملی افغانستان محافظت کند و از تبدیل شدن این کشور به خلافت بعدی داعش و پایگاه امن حراس افغانان جلوگیری کند. اما اینجا رئیس شورای عالی مصالحه ملی در میان سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی در افغانستان حضور یافته و اطمینان می‌دهد که افغانستان در همکاری جامعه جهانی به صلح خواهد رسید. ما از کشورهایی که برای صلح تلاش کرده و گام‌های عملی را در این راستا برداشتند و پیام‌های در پشتیبانی از ادامه گفتگوها، آتش بس و کاهش خشونت فرستادند سپاسگزاریم. بدون شک صلح پایدار و قابل پذیرش برای همه در همکاری با شما در افغانستان تأمین خواهد شد. برخی آگاهان به این باورند که فشار بر دولت افغانستان و مدیریت طالبان از طریق پاکستان راه حل است که جامعه جهانی آن را دنبال می کند. فشار بر دولت آقای غنی و کنترل و مدیریت طالبان از طریق پاکستان راه حل است که جامعه بین الملل در پی او است. تماس دولت های بین الملل و آمریکا با پاکستان و سران طالبان زیاد خواهد شد. بخش های مخفی معاهده دوحه قطر که گفته در حال حاضر میگن که بازبینی خواهد شد، این بخش ها به نظر ما با تضمینات بیشتری که هم از دولت پاکستان هم از سران طالبان گرفته میشه عملی خواهد شد. پیش از این منبع های در ناتو به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته بودند که ناتو به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد. به گفته این منبع ها آلمان و دیگر متحدانش پذیرفتند که در نشست وزیران دفاع ناتو درباره خروج 10,000 نیروی این پیمان از افغانستان چیز فیصله نمی کند. نشست 2 روزه وزیران دفاع ناتو 4 شنبه و 5 شنبه این هفته در بروکسل برگزار می شود.
همین گونه القاعده بقای خود را در افغانستان به داشتن رابطه نزدیک با طالبان و پیروزی نظامی این گروه می‌داند. کارشناسان سازمان ملل در گزارش تازه گفتند که تهدید داعش و القاعده در کشورهای ناامن و شمول افغانستان شدت یافته و این گروه‌ها از ظرفیت‌های خود و وضعیت ناامن و بی‌ثباتی این کشورها برای بقای خود بهره برداری می‌کنند. در گزارش همچنان شمار افراد داعش از 1 تا 2200 تن و افراد وابسته به القاعده نیز تا 500 نفر گفته شده که در 11 ولایت افغانستان فعال هستند. بهاءالدین انصاری. افغانستان کشوری که به شدت زیر تاثیر هراس افغانان جهانی قرار دارد. کارشناسان سازمان ملل در تازه ترین گزارششان که به شورای امنیت این سازمان نیز ارائه کرده نگاشتند که موجودیت گروه های هراس افغان به شمول القاعده و داعش تهدید برای امنیت افغانستان منطقه و جهان است. در این گزارش بر رابطه القاعده با طالبان نیز اشاره شده و آمده است که شبکه القاعده بقای خود را در افغانستان در داشتن رابطه نزدیک با گروه طالبان و پیروزی نظامی این گروه می‌داند. افغانستان برای القاعده و داعش و دیگر گروه‌های هراس افغان مهم است. این گروه‌ها مطمئناً از ظرفیت‌هایشان برای باقی ماندن در منطقه‌ای که دارای ویژگی‌های خاص است بهره برداری می‌کنند. اما پیروزی روند صلح برای سرکوب این گروه ها اهمیت زیاد دارد. در این گزارش در حال حاضر شمار جنگجویان القاعده در افغانستان میان 200 تا 500 تن خوانده شده که در 11 ولایت حضور دارند. به همین گونه شمار جنگجویان داعش نیز 1000 تا 2200 تن پیش بینی می شود. کارشناسان به این موضوع هم اشاره کردند که بیماری همگیر کووید 19 تهدید داعش و القاعده را در بخش‌های ناامن از جمله افغانستان افزایش داده و تلاش‌های ضد هراس افغانی را متاثر کرده است. دا خبر واضح ده چی هیچ خوا بل خوا به نظامی شکل سره نشی متوالی بهتر ده چی سول لار و نسی ده سول لار نه افغانستان ته سول او ثبات راولی. بیشتر مقام های امریکایی حضور القاعده در افغانستان را در سخنانشان برجسته کرده و ایران را متهم کردند که از این شبکه در افغانستان پشتیبانی می کند. اسناد خیلی مستنده که در اختیار ما قرار گرفته و ما با رسانه شریک ساختیم، هنوز هم رابطه نزدیک و تنگاتنگ میان طالبان و القاعده وجود دارد. حضور القاعده در صف طالبان در میان طالبان هنوز هم چشمگیر است یا عملا در برابر مردم افغانستان در تبانی با طالبان می جنگند. هرچند حضور جنگجویان داعش در افغانستان رد نشده، اما مقام های امریکایی و دولت افغانستان گفتند گروه داعش به شدت سرکوب شده است. حضور داعش در افغانستان به ویژه در شمال نگرانی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را هم به همراه داشته است. اجازه بدین در این مورد کم بیشتر بحث بکنیم با آقای عبدالله انس، پژوهشگر از لندن. آقای انس، تقریبا تمام گزارش ها حاکی از پابرجایی رابطه القاعده با طالب است. فکر میکنین که طالب از القاعده چی سود میبره؟ بسیار تشکر از دعوت و از سوال. ما فکر میکنم دقیقا جواب دادن میتونم من حیث یک ریفرنس آیا رابطه دارد بین القاعده و بین طالبان یا نیست، خصوصا که طالبان تعهد کردن در دوحه در امضا کردن یعنی اتفاق نامه بین همراه ترامپ که رابطه خود را قطع کنه همراه رابطه و همراه کلی گروپ های مانند یعنی مثل القاعده و یک التزام است از طرف طالبان. مگر از نظر تأکید کردن که القاعده وجود دارد در افغانستان یا ندارد، رابطه دارد همراه طالبان یا ندارد، ما ایران تأکید کردن نمیتونم چون که یک کار استخباراتی و معلومات ندارم. مگر ما میخواهیم یک چیزی دیگه بگویم یعنی قاعده هست یا نیست در افغانستان. امروز باید گفته شود که القاعده تقریبا یک محل اجماع است که در جهان اسلام و در جهان عرب امی مضر ترین سازمان با علیه مردم و علیه مملکت ها امی سازمان القاعده است، چون از خاطر دو سبب. سبب اول این تنظیم یا این ارگانیزیشن این ارگان کدام پلان خدماتی و پلان اجتماعی و پلان سیاسی ندارد، فقط امی خونریزی و زدن و انفجار و قتل کردن و تکفیر
وعلى مردم سوريا ودر العراق در يمن در الجزائر در ليبيا ام منفور ترين اوكي اناس ظاهرا شما شک دارین با دید شک میبینین در پیوند به ارتباط طالب با القاعده و حضور القاعده در افغانستان ولی بارها در همین سال 2020 پنتاگون سازمان ملل گزارش های نشر کردند که القاعده در افغانستان حضور داره و حضور فعال و گسترده داره در کنار رابطه دو هنوز قطع نشده فکر میکنین که با وجود تمام تلاش ها بزرگترین تلاش میتونیم بگیم که توافق نامه دوحه و شرط اساسیش هم قطع رابطه القاعده با طالب بود چرا با وجود این همه تلاش هنوز هم القاعده در افغانستان به عنوان یک تهدید پنداشته میشه امی شطر دوم از جواب ما یعنی من حیث یک سازمان خدمتگر هیچ کس قاعده نمیشناسه به این صفت یعنی قاعده پیش مر جهان عرب یک سازمان خونخوار و قاتل است و شرط دوم در یعنی قسمت دومی سوال شما ما فکر میکنم تا حدی که ما بررسی و برداشت دارم معلوماتی کمی که دارم سازمان القاعده امروز سازمانی در خدمت اجنده های استخبارات دیگر و چند دلیل وجود داره از همین خاطر یعنی وقتی که القاعده به العراق رفتن کل رهبرای القاعده از ایران آمدن وقتی که از بشار الاسد میخواست که انقلاب سلامت امیز مردم سوریه را مبدل میسازه به خشونت و به عسکر کل افراد القاعده از ایران آمدن تشکر آقای انس دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت بکنیم ولی فرصت ما ظاهرا تمام است بسیار تشکر از شما آقای عبدالله انس پژوهشگر از لندن بیماری های روانی به ویژه افسردگی و اضطراب در میان شهروندان کشور دو برابر افزایش یافته است. مرکزهای درمانی تنها در سه ماه نخست امسال بیش از 1 میلیون بیمار روانی را ثبت کردند. بیشترشان بانوان. افزایش فقر و ناامنی، همگیری ویروس کرونا و خشونت های خانوادگی از عامل های اصلی افزایش میزان بیماری های روانی خوانده می شود. پای مریم 21 ساله را نگرانی های روحی به اینجا کشانیده است. صنف سوم دانشگاه است. به این حد مشورت دهی آمده تا از دلتنگی ها و افسردگیش قصه کند و مشورت روانی بگیرد. از 5 ماه به این سو به این بیماری گرفتار شده است. میگوید بیان که دلیل داشته باشد همواره احساس خستگی دارد. تنها گوشه‌گیری میخوام تنها باشم و دیگری که بعضن دیگر که میشه دلتنگی پیدا میکنم. این بانو هم روح و روانش همواره پریشان است. نمیخواهد شناخته شود. والله مشکلات ما دلیل افسردگیش را نداشتن تفاهم میان خود و نامزدش میداند. همیش فکر ذهن ما می است که آینده ما همراه امو چطور میشه چی کنم حالا ما خودم چی کنم چون وقتی که امی مشکلات را حل نکنم خود نمیتونم در مورد چیز دیگری هم فکر کنم. عامل های گوناگون سبب شده تا میزان بیماری های روانی به ویژه افسردگی و اضطراب بیشتر شود. از مشکل های خانوادگی گرفته تا مشکل مالی، ناامنی و اجتماعی. امسال در کل نسبت به سالهای دیگر بیماری های روانی مشمول افسردگی بیشتر شده. در یک ساعتی که ما اینجا در یکی از مرکزهای مشورت دهی هستیم بیشتر از 20 بانو مراجعه کرده و خواسته که مشوره های روان درمانی دریافت کنه. بانوان دو برابر بیشتر از مردان به این بیماری سردوچارند. اقتصادی شامل است، مسائل سیاسی، مشکلات خانوادگی، ازدواج اجباری، ازدواج در سن کم و زیاد، تعداد زیاد از اعضای خانواده، جرائمی که اخیراً اتفاق میفته، مرگ و میرایی که بعضی از خانواده ها شاهدشان هستند، سوگ دیدن بعضی از خانواده ها و این رفته رفته به افسردگی تبدیل شده. این مرکز روان درمانی در روز ظرفیت مشورتی تنها به 8 تن را دارد. روان درمان با هر بیمار 45 دقیقه صحبت می کند. اما بالاتر از ظرفیت پذیرش روزانه میان 40 تا 45 تن برای مشورت گیری به این مرکز می آیند. بعضی وقتا تا 5 بجه، بعضی وقتا تا 6 بجه، بعضی وقتا تا 8 بجه که امروز ما این تا ساعت 8 شب مراجعین خود از نزدیک می بینیم. عبدالصبور 28 ساله یک سال است که از بیماری افسردگی رنج می برد. می گوید گاهی حتی به خودکشی فکر می کند. چیزایی که میخورم لذت نمیبرم. رابطم با دوستایم خراب شده. رابطم با خانوادهم خراب شده. همسرم از زیاد شکایت میکنه. میگه زیاد تغییرات در تو آمده. تو را چی شده؟ دفعه تن وزن گرفتم.
گاه چاق میشم و گاهی لاغر میشم. از کل چیز ناامید شدیم، میگم زندگی دیگه معنی نداره. بعض وقتا میخوایم خودکشی بکنم. مردان بیشتر به دلیل فقر اقتصادی و بیکاری به افسردگی مبتلا میشوند. بر اساس نظرسنجی گالوب در سال 2020، افغانستان غمگین ترین کشور جهان شناسایی شده است. جنگ، فقر و بیکاری از عامل‌های دانسته شده که زندگی در افغانستان را ناخوشایند ساخته است. آمار وزارت صحت عامه روایتی از بدتر شدن وضعیت دارد، به گونه ای که تنها در 3 ماه بیش از 1 میلیون به بیماری روانی دچار شدند، در حالی که در زمان مشابه سال پار این رقم به 489 هزار می رسید. اکثر این آمار را کاهیلان و خانم ها تشکیل می دهند. بیشترین این افراد دچار دپرشن یا افسردگی می باشند و در قدم دوم استرس و یا اضطراب قرار دارند. بانک یافته های وزارت صحت نشان می دهد تنها در 3 ماه نخست امسال بیش از 1 میلیون تن به بیماری های روانی مبتلا شدند. روان درمانان می گویند بیشتر این بیماران به بیماریشان توجهی آنچنانی ندارند. شماری به دلیلی که پول پرداخت برای درمانشان را ندارند و شماری هم اصلا این بیماری را به عنوان بیماری نمی دانند. اما تنها این مورد نیست. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که از آغاز سال 2018 تا پایان ماه جنوری 2021 65 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. یونما در گزارش گفته است که از این میان 32 تن مدافع حقوق بشری و 33 تن دیگر کارمند رسانه‌ای به ویژه خبرنگاران بودند. بر بنیاد یافته‌های یونما، تنها 11 مدافع حقوق بشری و کارمند رسانه‌ای در 4 ماه پسین که گفتگوهای صلح در قطر جریان داشت، کشته شدند. این نهاد همچنان گفته است در برخی موردها مدافعان حقوق بشری، خبرنگاران و دیگر کارمندان رسانه‌ای در معرض تهدید، ترس، آزار و اذیت، نظارت یا توقیف خودسرانه قرار گرفتند. همزمان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که قتل‌های هدفمند دومین رویکرد از سوی گروه‌های مسلح است که بیشترین تلفات غیر نظامیان را به بار آورده است. مطابق با یافته‌هایی که ما داشتیم، قتل‌های هدفمند دومین رویکرد نظامی بوده که یا دومین روش بوده که مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین تلفات غیر نظامی را متاسفانه پس از انفجار ماین‌های مغناطیسی در افغانستان سبب شده. در نتیجه قتل‌های هدفمند که افراد به صورت سیستماتیک و مشخص مورد هدف قرار می‌گیرد، 2250 غیر نظامی در افغانستان قربانی شدند. برخ سخنان دیروز گلبدین حکمتیار در شبکه‌های اجتماعی نیز خبرساز شده و واکنش‌های شمار از رهبران سیاسی را برانگیخته است. آقای حکمتیار حکومت را به نقض توافق صلح با حزب اسلامی متهم کرد و از محاصره کردن هرگ هشدار داد. او در بخش از سخنانش به نشانی برخ از رهبران پیشین جهادی کنایه‌های تند فرستاد. گلبدین حکمتیار دیروز در گرد همایی یاد بود از خروج ارتش شوروی پیشین به نشانه حکومت اتهام های درشت فرستاد و در ادامه گفته های خود بر سایر رهبران سیاسی و جهادی نیز تاخت. آقای حکمتیار از ماهیت مبارزه سیاسی برخی رهبران جهادی انتقاد کرد. و اگر عقلتان به سرتان نیاید، مطمئن باشین که این حرکت منتج به این خواست شد که بساطتان جمع شد. خیلی از انقلابای بزرگ بزرگ از امیت حرکت آغاز شد که ایدهی در ابتدا میره ناچیز شمردن، خیلی دیرتر درک کردن که همون حرکت کوچک بالاخره به یک بحر، به یک طوفان تبدیل شدن. او همچنان گفت که حکومت از اجرایی کردن توافق صلح با حزب اسلامی عقب نشینی کرده است. در پایان هم گفت اگر زندانیان حزب اسلامی رها نشوند، ارگ را محاصره خواهد کرد. این سخنان موجی از واکنش ها را برانگیخته است. از مجاهد نماها نیز ایدی با خروج زودنگام نیروهای شوروی موافق نبودند و وقتی خبر خروج نیروها و گذشتن آخرین سرباز نیروهای شوروی به سوی ترمز اطلاع یافت و جبینش ترش. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری گفته های آقای حکمتیار را یک فکاهی سیاسی خوانده است. واکنش تلویحی کنایه آمیز آقای صالح به حرف های حکمتیار جالب توجه است. او گفته است حالا از مرحله راکت زدن به حرف زدن تکامل کرده است. این بخش را باید به ارج بگذاریم.
صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی سخنان آقای حکمتیار را پیام آور تفرقه و نفاق خوانده است و عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی نیز آن را خنده آور گفته است. شمایی که در واقع خود میگیره که من آلی کار میکنم، آل چگونه با کدام وسیله؟ با زرپاشی. خب زرپاشی رو هر کس بیطلب بکنم، نکنین. بس است این کشور واقعا بسیار درد دیده، رنج دیده، کافی است. بس است امی ادبیات نفرت پراگری توقف بدین، این درست نیست، بد است. ادامه این اختلاف ها و تنش های سیاسی ظاهرا شورای عالی مصالحه ملی را نیز نگران کرده است. عبدالله میگوید که ادامه این وضعیت بر روند صلح تأثیر منفی میگذارد. پیام من بر رهبران سیاسی ما این است که مردم از آنان همکاری صلح جویانه و احترام به همدیگر میخواهد. پیام توهین آمیز و تهدید آمیز کار را به جای نمی کشاند و این چیزی است که مردم از رهبران سیاسیشان انتظار آن را ندارند. شهروندان کشور هم از سیاستگران انتظار دارند تا برای تأمین ثبات و تقویت روند صلح در افغانستان زیر یک چتر مشترک کار کنند. باید این سیاسیونای ما که کلانای ما بزرگای ما که در رأس دولت و در رأس اصباح که هستند، باید اینا یک دست یک پارچه باید شوند. ما صلح پیش داریم ولیکن 6 ماه 8 ماه میشه تقریبا صلح ما هیچ نتیجه نمیده. نباید رهبرای ما شما با هم بجنگن، باید بسید باشن با هم که وطن ما صلح بیاید، جور شود وطن ما. اختلاف های سیاسی در داخل کشور این روزها بیشتر از هر زمان جلوه نمایی می کند. به باور تحلیلگران صلح، افغانستان در شرایط موجود با توجه به روند دوحه بیشتر از هر زمان به اجماع کلان ملی نیاز دارد. همزمان با نگرانی از موج چهارم شیوع کرونا در ایران، وزارت بهداشت این کشور هشدار داده که بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها در حال پر شدن است. در همین حال با اعلام مرگ یک تن دیگر بر اثر ابتلا به نوع جایش یافته ویروس کرونا، شمار رسمی قربانیان این گونه ویروس در ایران به 3 تن رسیده است. تازه‌های ورزش با ظاهر نوری. راشد آرمان ملی پوش کرکت کشور بار دیگر در جایگاه نخست قرار گرفت. در تازه ترین رده‌بندی شورای جهانی کرکت، راشد خان با 736 امتیاز در بخش 20 آوره در رده نخست جا گرفته است. در این رده‌بندی مجیب الرحمن دیگر ملی پوش کشور از جایگاه دوم به سوم سقوط کرده است. در میان این دو ملی پوش کشور تبریز شمسی از آفریقای جنوبی با 733 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته است. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری است. توجه همراهیتان، جهان سپاس، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.